افغانستان به مشقگاه حربی امریکا تبدیل یافته است. تقریباً 21 میلیون اهالی افریقا در حالت مرگ قرار دارند. Good afternoon. امریکا با بهانه نابود کردن تروریستان در قلمرو افغانستان بمب‌های پرزور GBU-43B از سنجش گذراند. سنه 13 اپریل سال جاری امریکا به قشلاق نگرخر که با پاکستان هم مرز است بمب پرتافت است که وزن خالیش 9 تن بوده، قوه تراتیلیش به 11 تن برابر می باشد. در این خصوص وزارت مدافع افغانستان خبر داد. در بیانات وزارت مدافع افغانستان گفته می شود که حکومت ایالات متحده امریکا با همکسبان افغان عملیات مذکور را مطابق گردانیدند. شدیداً منفی است، شدیداً رد است. حتی خائن مشهور مسلمانان سابق پرزیدنت افغانستان حامد کرزی گفته است که استفاده بری پرزورترین بمب غیر هسته‌ای در قلمرو افغانستان این استفاده بردن غیر انسانی و بی‌رحمانه کشور برای آزمایش سلاح خطرناک نو می باشد. در کشورهای آفریقا با سبب نارساگی آذوقه‌واری تقریباً 21 میلیون ساکنان در حالت مرگ قرار دارند. کشورهای به مانند جنوب سودان، سومالی، یمن و شمال شرقی نیجریه تقریباً 21 میلیون انسان نیاز به آذوقه‌واری برای زنده ماندن دارند. در این خصوص کاتبی مطبوعاتی دفتر سازمان ملل متحد اوید به هماهنگسازی کارهای بشردوستانه ینس لایرک در بریفینگ خبر داد. مثلا تولی چند سال است که در سومالی خشکی ادامه دارد و باران نمی بارد. ساکنان محلی می گویند وقتی که خوراکمون نیست خواب هستیم. ما کلان سالان با یک علاج زنده ایم ولی کودکان طاقت کرده نمی توانند. سروزیر کشور می گوید با سبب خشکی نصف اهالی اذیت می کشد. در دوام 48 ساعت 110 نفر از گرسنگی هلاک شدند. باید قید نمود که تأمین کنی آذوقه‌واری و بی‌خطری آبی کشور یکی از مجبوریت‌هایی است که بر دوش حاکم می باشد. ولی امروز رژیم‌های کنونی کشورهای عالم اسلام در غم مردم نیستند. برعکس با افزایش دادن ثروت خود آواره‌اند و از پی اجرای خواهش‌های خواجه‌هایشان می باشند.